برخلاف ایران فروشی به چین با عنوان برنامه 25 ساله همکاری های مشترک ایران و چین و روسیه با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر که با اعتراض افکار عمومی ایران همراه شده امضای برنامه جامع اقدام مشترک با آمریکا با استقبال و شادی ساده گروهی از مردم به ویژه بخشی از قشر متوسط خوشنشین در تهران و کلان روبرو شد اون چه به عنوان نرمش قهرمانانه قلمداد شد به سود و با رضایت رژیم اسلامی بود چون به اعتبار عمل کرد و همچنین اعتراف مقامات هم میتونست فعالیت های مخفی رو با وجود بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی در کشور پناور ایران که امکانات بسیاری برای پنهانکاری داره پیش ببره و هم پس از انقضای تعهدات ده و پانزده ساله برجام دیگه موضوعیتی نمی داشته و صادر کنندگان انقلاب اسلامی همزمان که از مواهب مادی و مالی برجام برخوردار می شدن پس از انقضای دوران تعهدات هم می تونستن از سلاح اتمی خودشون رونمایی کنند. این خیالات خوش در اعتبارات نرمش قهرمانانه هم آشکار بود نرمش اگه نتیجه پیروزمندانه نداشته باشه چرا باید اون رو قهرمانانه نامید این پیروزی قرار بود پس از انقضای برجام مدال قهرمانی اتمی بر گردن جمهوری اسلامی بیاویزه اما با دولت ترامپ همه چیز به کابوس تبدیل شد ما ایرانیان بر اساس تجارب و شناخت خودمون بیشتر از هر رسانه و سیاستمداری در جهان میتونیم درک کنیم که اگر آمریکا از برجام خارج نمیشد مشکلات کنونی نه با یه رژیم ضعیف و بیمنابع بلکه با یه جمهوری اسلامی یاقیتر و سرکشتر پس از انقضای برجام پیش میومد همونطور که خمینی جام زهر رو نوشید تا قهرمانانه بودن اون نرمش بعدها با سلاحهای اتم و لیزر و برنامه اتمی نظام به اثبات برسه علی خامنه ای هم امام حسن شد تا با نرمش قهرمانانه منابع بالی لازم رو برای اهداف و اقتدار جمهوری اسلامی به دست بیاره اما خروج آمریکا از برجام این خیالات رو نقشه براب و رژیم ایران رو آچمز کرد خنده های محمد جواد ظریف و عباس عراقچی به پرخاش و ترشرویی تبدیل شد و توافق اتمی پیش از اون که به پایان برسه غرب رو در شرایطی قرار داد که پس از انقضاش در اون قرار می گرفت با این تفاوت بسیار مهم که اون زمان غرب هیچ حرفی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی و توافقی که خودشون را امضا کرده بود نمی داشت البته اگر رژیم ایران میتونست در برابر جنبش های اجتماعی و دشمنان منطقی تا اون زمان دوام بیاره جمهوری اسلامی هرگز مانند امروز ضعیف و ذلیل نبوده از همین رو خامنه ای برخلاف همه لاف و گراف ها آرزو داره برجام احیا بشه و فکر میکرد با دولت بایدن به سرعت چنین خواهد شد دست کشورهای پنج به علاوه یک هم هرگز به این اندازه باز نبوده منتها مشکل در اینه که غرب میبایست سرانجام به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی نه یکی از طرفین برای حل مشکل بلکه خود مشکله راه حل در مردم ایران و پشتیبانی از آزادی خواهی اونهاست. گاف جدید رستم قاسمی کاندیدای ریاست جمهوری هر هزینه ای در سوریه کردیم ما به ازای اون رو میگیریم قرارداد ما با سوریه بسیار خوبه سوریه های فسفات داره و قرار هزار میلیارد تن فسفات به ما بده. این سخنان رستم قاسمی وزیر پیشین نفت در دولت احمدی نژاد که از باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا سیما نقل میشه. اون تاکید کرده که موافقت نامه این هزار میلیارد تن رو خودش به امضای دو دولت رسونده. من سررشته‌ای درباره معدن و از جمله فوسفات ندارم ولی عدد هزار میلیارد تن به نظرم عجیب بود. بنابراین درباره میزان ذخایر فسفات جهان کمی تحقیق کردم در سایت تخصصی ایرانیکو آمده بود بر اساس آمار سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا میزان ذخایر شناخته شده فسفات جهان حدود 65 میلیارد تن برآورد شده که تنها بهره برداری از 16 میلیارد تن اون دارای صرفه اقتصادی و تقریبا 80 درصد اون در صحرای غربی و مراکش قرار داره در فصلنامه علوم و فنون سازندگی هم اومده که در کل معادن جهان 68 میلیارد تن فسفات وجود داره که 50 میلیارد تن از این ماده معدنی در مراکشه اما سهم سوریه از فسفات جهان اونطور که بسامتامه وزیر نفت این کشور گفته تنها 3 میلیارد تونه البته در برخی منابعی که من جستجو کردم عدد 1.8 میلیارد تن هم وجود داشت ولی بنا رو بر همین میزان اعلام شده توسط وزیر سوری میگذارم حال از رستم قاسمی باید پرسید که وقتی در کل کره زمین هزار میلیارد تن فسفات وجود نداره چگونه سوریه میخواد به ازای هزینه هایی که در این کشور کردیم به ما هزار میلیارد تن فسفات بده بشار از کرات دیگه فسفات میاره و به ما میده جالب اینجاست که طبق خبر منتشره در خبرگزاری فارس کشور سوریه قبل از این انعقاد قراردادهایی با سربستان و روسیه بخشی از همین معادن فسفات رو به این دو کشور واگذار کرده طبق قرارداد اول یه شرکت سرب معادن شرق سوریه رو با سهم 70 درصدی در اختیار داره و بر اساس قرارداد دوم روسیه به مدت نیم قرن سالانه دو, دو دهم میلیارد تن فسفات سوریه رو استخراج میکنه تنها خبر رسمی که تاکنون از حضور ایران در معادن فسفات سوریه منتشر شده قرارداد سرمایهگذاری ایران در این معادن که در دوازده ژوئیه 2018 به تصویب مجلس خلق سوریه رسیده ولی تا کنون اجرایی نشده جالبه سوریه در بهترین شرایط 3 میلیارد تن ذخیره فسفات داره که بخشی از اون رو هم به مدت ده ها سال در اختیار روزها و سرپا قرار داده اون وقت رستم قاسمی وزیر پیشین نفت که گویا صدای ریاست جمهوری هم داره به مردم ایران وعده میده از تهمونده 3 میلیارد تن هزار میلیارد تن هم به ایران میدن میگن روزی پادشاهی دستور داد به بینوایی هزار ضربه شلاق بزنن جلاد در حالی که حکم را اجرا میکرد زیر لب میگفت علا حضرت یا شلاق رو نمیشناسه یا عدد هزار رو نمیدونه حالا حکایت جناب رستمخان قاسمی و قصه هزار میلیارد تن فسفات گاندو <متحد> فقط نام یه حیوان وحشی درنده نیست اسم یه سریال بی شخصیت هم نیست سازندش هم یه شبکه تلویزیونی مفلوک نیست سازمان صدا و سیمای بی اراده هم نیست حتی مؤسسه سینمایی اوج هم نیست آن دو مال تاریخ روزگار ما نیست عمرش بسته رازه حیوانی زشت بدخو و هیلگر و معرف آدمهایی مسخ شده که برای زنده موندن به این و اون حمله میبرن نمونه دوپای گاندو هم مثل نمونه خزندش از دیرباز وجود داشته و در روزگار ما درخشیده چطوری روشنه اون با دوم قدرتمندش به اعتماد مردمان حمله کرده و با آرواره های محکمش اون رو خرد کرده هر کس یا هر چیزی که میتونسته به سرمایه اجتماعی کشورمون تبدیل بشه هدف شکار گاندوه. نمونه برای اون بسیاره و بسنده میکنم به روش گاندو منشانی محمود احمدی نژاد که برای رأی آوردن در سالهای 84 و 88 به اعتماد مردم حمله کرد گاندو آنگونه که زیست شناسان میگن جانوری هیلگر گاندو سفتان رو هم ما همینطوری دیدیم. کمتر سرمایه اجتماعی از دست گاندوها در امان مونده. در یکی دو سال اول انقلاب گاندو به هر کسی خوشش نمیومد. میگفت می گفت لیبرال. مهدی بازرگان با همین حربه ضربه فنی شد. بعد از مدتی گاندو به بهشتی حمله کرد و اون رو سرمایه دار خوند. پیش از اون متحری رو هم با حیله مرتجه خوندن از سر راه برداشت. همینطور بیای جلو تا به روزگار خودمون برسیم. نگاه کنید به همه اونهایی که در حوزه سیاست، مذهب، فرهنگ و هنر و موضوعات اجتماعی محبوب مردم بودن و حرفشون شنیده می شده. نه اینکه همه اونها معصوم بودن و بی اشتباه نه اما با همه اشتباهاتشون برای ادهی مرجع بودن وقتی از مردم ای داشتن برآورده می شد. در بزنگاه های اجتماعی و سیاسی نقش ایفا کردن. گاندوهای هیلگر چپ و راست هم براشون فرقی نمیکرد. محمد خاتمی و میرحسین حسین موسوی همونقدر براشون تومه لذیذی بود که ناطق نوری و علی لاریجانی و محمد جواد ظریف و حتی شجریان که ربناش تنها و تنها آواییه که سر سفره افتار به دل مینشست و می نشینه. خودتون بشمارید فراوان تومه های گاندو رو که بیانش در این کوتاه نمی گنجه و امروز همشون یا به کلی نابود شدن یا با تنی رنجور و مجروح کار زیادی از دستشون بر نمیاد حتی سلبریتی های حوزه سینما و موسیقی بلند اقبالی سلیمانی هم از آرواری گاندو در امان نمونده و این روزها سند متهم کردن اون بر در و دیوار فضای مجازی از سوی باند گاندویی معجزه هزاری سوم نصب شده و شوربختانه حدس این که نوبت این سرنوشت بعدها به چه کسانی خواهد رسید اصلا دشوار نیست و 1400 اوج پیروزی گاندوه اون همه رو تارانده و جنبنده که بشه به اون اعتماد کرد باقی نذاشته و ما کاسه چه کنم دست گرفتیم تا در این وانفس های بیاعتمادی از مردم بخوایم جان مادرتون بیاید پای صندوق رای اگه نه همتون لاقل هفتاد درصدتون شست درصدتون پنجاه درصدتون و اون چه در پاسخ میبینیم پوزخنده و اون چه میشنویم این جمله است رای به کی؟ به چی؟ و گاندو اینگونه پیروز شده و احمدی نجات هم. سپاس از اینکه کانال چه خبر را دنبال می کنید. لطفا کانال را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را هم فعال کنید تا از تازه ترین ویدیوهای ما با خبر شوید. پاینده باشید.